این ازدحام جمعیت مانع موکتا کپور برای رفتن به خریداری در بازار در دهلی جدید که به بازار چانه‌زنی معروف است نمی شود. از نظر ذهنی از فشاری که همیشه ماسک بزنم یا یک ضد عفونی کننده در دستم با خود داشته باشم حالا احساس راحتی میکنم. نگرانی همیشگیم مبنی بر این که وقتی به خانه برگشتم نباید به کسی دست بزنم یا لباس عوض کنم از بین رفته است. خوب است تا ادامه پیدا کند. با کاهش شدید موارد قضایای کووید 19 و پایین ترین حد آن در دو سال اخیر، شایعات در مورد برگشت دوباره همگیری در بازارهای هند باز پخش شده است. هند در روزهای اخیر روزانه حدود 2000 مورد جدید را ثبت کرده است. کاهش موارد موجی از امید را برای هزاران صاحب مغازه و فروشندگان روی سرک به بار آورده است که به دلیل کار و خرید آنلاین طبقات متوسط به شدت آسیب دیده بودند. اکنون یک موج منظمی از مشتریان لباس‌های آشوارفی را بررسی می‌کنند. وقت مردم از خانه‌های خود بیرون می‌آیند و خرید می‌کنند، به اقتصاد ما کمک می‌کند. قبلا مردم می‌گفتند باید ماسک بپوشی، اما حالا کس اذیت نمی‌کند. مشتریان همچنین احساس می‌کنند همه چیز در حال هادی شدن است. با مدت 2 سال این کارگران مهاجر بین خانه‌های روستای خود و دهلی جدید در میان قرنطین های اعمال شده در جریان 3 موج کووید 19 رفت و آمد می کردند. حتی زمانی که کاروبار بازگشایی شد درآمد آنها به شدت کاهش یافت. وقت به سر کار در سالن آرایشگاه برگشتم، تمام روز را بیکار در سالن می نشستم و همه تابستان بیکار بودم. مشتری ها خیلی کم می آمدند. احساس کردم همه چیز به پایان رسیده است. در حالی که اقتصاد هند رو به بهبود است، احیای مجدد معیشت 80% کسانی که در بخش وسیع غیر رسمی آن کار می کنند یک چالش بزرگ است. اقتصاددانان می گویند که قبلا در حال کنار آمدن با رکود اقتصادی بودند که بیماری همگیر وضعیت آنها را بدتر کرد. The bottom 60% in India have lost 60% مردم طبقه پایین هند در 5 سال گذشته از سالهای 2015 تا 2016 درآمد خود را از دست دادند و 20% از مردم درآمد خوبی به دست آوردند. هیچ اقتصاد بزرگی دیگری چون این بخش بزرگ و سازمان نیافته ای ندارد. به همین دلیل است که هرگز در هیچ یک از کشورهای جی 20 یا کشورهای با اقتصاد بلند این نوع مهاجرت دست جمعی از شهرها را به مناطق روستایی نداشتند. اما کاهش بیماری همگیر کووید 19 باعث خوشبینی مردم به آینده شده است. وقت بسته های یخ را به فروش می رسانم مردم دیگر تردید نمی کند یا از من نمی خواهد که دستکش بپوشم. آنها به راحتی آن را می پذیرند. امیدوارم در عرض 3 یا 4 ماه تجارت رشد کند و کاروبار خوب شود. برآورده شدن این امید بستگی به روند همگیری دارد که کارشناسان صحت هشدار می‌دهند هنوز تمام نشده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.